سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی قهرمانی هستم، میزبان شما امروز با یک پرونده جنایی دیگه، اونم از شرق آسیا توی کانال سکوت. خیلی وحشتناکه که وارد یه خونه بشی و ببینی که مادر خانواده به همراه 3 فرزندش به قتل رسیده، اونم به طرز وحشیانه‌ای، طوری که حتی پلیس هم نمیتونست چهره اونا رو تشخیص بده. و این چیزی هستش که قراره توی ویدیو امروز در رابطهش صحبت کنیم. با من همراه باشید تا جزئیات این پرونده هولناک رو براتون تعریف کنم. دسامبر سال 2001 بود که از یکی از بیمارستان‌های شهر سئول با پلیس تماس گرفتن و گفتن مردی با اورژانس به بیمارستانشون منتقل شده که وضعیت بسیار وخیمی داره، با چاقو پاهاش پاره شده، شکمش پاره شده، سینش چاقو خورده و باید خیلی سریع تحت عمل جراحی قرار بگیره. ولی خب چون موفق نشده بودن با خانوادش تماس بگیرن، هنوز به اتاق عمل نتونسته بودن بفرستن اون رو. جریان از این قرار بودش که اگر فردی حالا نیاز به عمل جراحی خیلی جدی داشت، بیمارستان حتما باید از خانوادش رضایت میگرفت که اگر خدایی نکرده هنگام عمل جراحی اون شخص اتفاقی براش افتاد، دیگه خانوادهش نتونن از بیمارستان ادعای خسارت بکنن. اون فرد یک مرد میانسال 44 ساله به نام کیم جونگ هو بود که وقتی پلیس هویتش رو بررسی کرد خیلی سریع متوجه شد که اون کجا زندگی میکنه. اون توی یک مجتمع آپارتمانی در طبقه 4 پلاک 401 زندگی میکرد که وقتی ماموران به در اون خونه رفتن زنگ زدن، نه کسی جواب داد و نه کسی بیرون اومد. وقتی از نگهبان ساختمون پرسیدن که آیا کسی توی اون خونه هست یا نه، نگهبان ساختمون بهشون گفته بود که شب گذشته اتفاقا دعوایی توی اون خونه بوده که بعد از اون دعوا تنها کسی که از اون خونه بیرون اومده بود پدر خانواده بودش. پدر خانواده‌ای که حالا خودش مجروح بود اما خب زنده بود توی بیمارستان. و از اونجایی که پلیس فقط برای پیگیری به اونجا رفته بود، حق و اجازه این رو نداشتن که بخوان در خونه رو به زور باز کنن و وارد بشن که ببینن داخل اون خونه چه اتفاقی افتاده، و این کار رو سپردن به آتش نشانی. چون آتش نشانی یه سازمانی هستش که توی همچین شرایطی دیگه نمیتونن اینا منتظر حکم قضایی باشن که وارد یه خونه بشن. وقتی که ماموران امدادگر اومدن و از طریق بالکن تونستن وارد همون واحد 401 بشن، به محض ورودشون با یک صحنه بسیار وحشتناک روبرو شدن و اونم جسد 2 بچه توی اون اتاق بودش که به نظر میرسید دبستانی باشن، یکی دختر دوم خانواده که 11 سال داشت و یکی هم پسر 9 ساله خانواده. ولی خب این تمام ماجرا نبود، چون به محض اینکه ماموران امدادگر یک مقدار دیگه توی اون خونه جستجو کردن، دختر 17 ساله خانواده رو توی یک اتاق دیگه پیدا کردن که اون اصلا به طور کامل سرش متلاشی شده بود و مادر خانواده که توی آشپزخونه اون هم مثل فرزندانش به قتل رسیده بود. هر 4 قربانی کاملا مشخص بود که با اصابت یه جسم سخت مثل چکش به سرشون مورد حمله قرار گرفته بودن و به قتل رسیده بودن. و از شواهد، از چیزهایی که به جا مونده بود توی محل حادثه، مشخص بود که این اتفاق نمیتونست یک اتفاق عادی باشه. یک کیس کاملا عجیب بودش، چون تمام در و پنجره‌ها بسته بود، در واحد قفل بود، هیچ علامت و نشانه از ورود اجباری به خونه وجود نداشت و نمیشد انگیزه قتل‌ها رو سرقت در نظر گرفت و مشخص بود که یک فرد آشنا وارد خونه شده بود. و ابزارهایی هم که برای قتل‌ها استفاده شده بودن تمام ابزارهایی بودن که برای همون خونه بودن. ابزارهایی مثل یه چکش که حالا گویا بیشتر شبیه پتک بوده، چاقو، یک ابزار زنجیربر و یا بهتر بگیم همون قیچی‌های بزرگی که برای بریدن زنجیر ازشون استفاده می‌کنن، و یه قیچی معمولی. وقتی که ماموران پلیس از در و همسایه سوال میکنن که آیا متوجه اتفاق مشکوکی توی اون واحد آپارتمانی شده بودن یا نه، همسایه‌ها گفته بودن آره، شب گذشته توی اون خونه، توی اون واحد آپارتمانی دعوایی شده بود، صدای جیغ و داد میومد و مابین تمام اون سر و صداها شنیده بودن که بچه‌های خانواده پدرشون رو صدا میزدن. پدری که حالا توی بیمارستان بود، خودش حالا درسته که چاقو خورده بود ولی خب خطر جانی براش ایجاد نشده بود.
و اون تنها کسی بودش که حالا میتونست به پلیس ها در رابطه با اتفاقی که شب گذشته توی خونش افتاده بود اطلاعاتی رو بده. زمانی که ماموران پلیس به بیمارستان میرن، کیم تا حدودی بهبود پیدا کرده بود. با بخیه‌هایی که به زخماش به پارگی‌های بدنش زده بودن خونریزیش بند اومده بود و هوشیار بود. ولی خب به محض اینکه ماموران پلیس رو دید، در کمال ناباوری همه یه چیزی گفتش که همه شوکه شدن. اون گفتش خانواده‌اش رو خودش به قتل رسونده. این خودش بوده که همسرش و بچه‌هاش رو به اون طرز وحشتناک به قتل رسونده بود. حالا سوال این بودش که اون چرا باید همچین کاری رو میکرد؟ اون چرا باید همسر و دو دختر و یه پسرش رو به اون طرز وحشیانه میکش؟ و یا اصلا چرا سرشون رو متلاشی کرده بود؟ و برای جواب دادن به این سوال ها بهتره که بریم به چند سال قبل. بریم به زمانی که کیم با همسرش خانم لی آشنا شد و چه اتفاقاتی بین اون افتاد که در نهایت به همچین جنایت وحشتناکی ختم شد. خب تقریبا سال 1989 بود، 12 سال قبل از این اتفاق، که اون موقع کیم توی تاکسی رانی کار میکرد، یه تاکسی داشت و موقع رخ دادن حادثه اون زمان هم تاکسی داشت. اما خب سال 1989 اون توسط یکی از همکارهاش توی تاکسی رانی با همسرش لی آشنا میشه که باهاش ازدواج میکنه و اون موقع همسرش از ازدواج ناموفق قبلیش یک دختر 5 ساله داشت که بعد از ازدواج شد دختر خونده خود آقای لی. اونا بعد از ازدواج یک سال بعد از هم صاحب یک دختر میشن، دختری که در زمان رخ دادن حادثه 11 سالش بود و 2 سال بعد از اون از هم صاحب یه پسر شدن که اون پسر زمانی که به قتل رسید 9 سالش بود. همه چیز بین اونا خیلی خوب پیش میرفت، همه چیز عالی بود، تا اینکه 3 سال بعد، یعنی در سال 1995، اونا یواش یواش با هم دچار اختلاف شدن. اختلافاتی سر حالا اخلاق بدی که کیم داشت، چون اون مرد یک مرد الکلی بود، عادت به خوردن مشروب داشت و وقتی که حالا مشروب میخورد مشکل بزرگش این بودش که روحیاتش، اخلاقش عوض میشد، دست به زن پیدا میکرد و میافتاد به جون زنش و حسابی میگرفتش به باد کتک. این مشکل بزرگ این خانواده بودش. ولی خب مشکل دیگرش این بود که دچار مشکلات مالی بودن، مشکلات اقتصادی بودن و به خاطر همین لی جدا از اینکه در روز حالا جایی کار میکرد، شبها هم به یک رستوران میرفت و در قسمت آشپزخونه اون رستوران ظرفشویی میکرد و شبها دیر به خونه میرفت. ولی خب اینجا شوهرش کیم فکر میکرد که زنش داره بهش خیانت میکنه و معمولا این احساسات زمانی بهش دست میداد، یعنی این شک به همسرش که مشروب میخورد و وقتی زنش خونه میومد حالا با طعن و کنایه بهش میگفت امروز با چند نفر بودی، چقدر پول گرفتی، بهش تهمت میزد، تهمت هایی که کاملا بیپایه بودن و همینا باعث میشد که بینشون درگیری ایجاد بشه و همیشه هم خانم لی از دست شوهرش کتک میخورد و بچه های نوجوانشون هم شاهد تمام این برنامه ها بودن. همینطور میگذره و کیم حسابی از وضع زندگیش ناراحت بود و سعی میکنه این بار حالا به خاطر نارضایتی که از زندگیش داشت به یه طریق دیگه انتقامش رو از همسرش بگیره و اونم شاید باورتون نشه، تجاوز به دختر خوندش بود، به همون دختری که موقع ازدواج 5 سالش بود. حالا اون دختر چند سالش بود؟ 14-15 سالش شده بود تا سال 1999. شبا که همسرش خانم لی دیر به خونه می اومد، پدر خانواده به اتاق دختر خوندهش می رفت، اون رو می ترسون، اون رو تهدیدش می کرد و این ترسوندن و تهدید کردن ها اونقدر ادامه پیدا می کنه که یه روز به تجاوز ختم می شه و این تجاوز هم همینطوری ادامه پیدا می کنه تا زمانی که دیگه دختر خانواده، یعنی دختر خونده خود آقای کیم، نمی تونه اون مرد رو تحمل کنه و تمام ماجرا رو برای مادرش تعریف می کنه. اون زمان بود که دیگه لی جوش آورد، دیگه نتونست همسرش رو تحمل کنه. خب خیلی سال بود که با اون مشکل داشت، حتی متحمل تمام کتک خوردنها شده بود، ولی خب از یه جا به بعد دید دیگه نمیتونه، مخصوصا که حالا صحبت تجاوز دخترش هم این وسط بود. شروع میکنه پیگیری کردن این موضوع رو
و این پیگیری و شکایت اون از شوهرش 2 سالی طول میکشه تا سال 2001 که موفق میشه کاری کنه که شوهرش دستگیر و بازداشت بشه. ولی شاید باورتون نشه، زمانی که کیم راهی دادگاه شد قاضی حکمی برای اون صادر کرد که هر کس شنید وا رفت، از بس که حکم اون سبک بود. برای تمام کارهایی که این مرد کرده بود تنها 2 ماه حبس بریدن، 2 ماه زندان و 3 سال حبس تعلیقی. حالا جریان حبس تعلیقی چی بود؟ این بودش که قاضی گفته بود توی مدت زمان معین، مثلا از حالا نوامبر همون سال تا 6 ماه بعدش، اگر توی اون مدت زمان متهم که آقای کیم بود جرم دیگه ای رو مرتکب نشه، اون 3 سال حبسی که به عنوان تعلیقی براش در نظر گرفته بودن دیگه نیاز به اجرا نیست و همینم شده بود. و این مرد فقط گفتم برای تمام اون کارهایی که کرده بود 2 ماه به زندان رفت و اواخر نوامبر بیرون اومد و گفته بودن که این 2 ماه حبسش هم فقط به خاطر خشونت خانوادگیش بوده، خشونت هایی که به زنش اعمال کرده بود. ولی چون نتونسته بودن، یعنی همسرش و دختر خوندش نتونسته بودن ثابت کنن که واقعا کیم به اون دختر تجاوز کرده، بابت اون براش هیچ مجازاتی در نظر نگرفته بودن. یعنی اینطور نبود که دختر خوندش حالا بیاد بگه پدرم سال گذشته به من 4 بار تجاوز کرده و قاضی هم حرف اون رو قبول کنه. اونا میگفتن برای تمام این صحبتاتون باید مدرک داشته باشید. خلاصه هرچی که بود کیم برای 2 ماهی به زندان میفته و توی این مدت خشم انتقام بود که هر روز درون اون داشت شعله ورتر میشد. اواخر نوامبر اون بعد از 2 ماه آزاد میشه و 11 روز بعد از آزاد شدنش بود که به در خونهشون رفت. همون شبی که کل خانواده به قتل رسیدن، اون رفته بود اونجا از همسرش تقاضا کنه که در رابطه با طلاق تجدید نظر کنه و یه مقدار این مسئله طلاق رو به عقب بندازه تا بلکه همه چی درست بشه. تمام این صحبت‌هایی هستش که خودش کرده و معلوم نیست که تا چه اندازه درسته. و از همسرش خواسته بود که تاکسیش رو هم که حالا بابت نفقه توقیف کرده آزاد کنه تا حداقل بتونه بره یه مقدار پول در بیاره، خرج خونه رو در بیاره. اما همسرش گفته بود نه، با صحبت‌های اون مخالفت کرده بود و از اون طرف دختر خوندش هم اومده و سمت مادرش رو گرفته بود و داشتن دوتایی اون رو به عقب هل میدادن. اون موقع بچه‌های بیولوژیکیش توی یه اتاق دیگه خواب بودن، توی همون اتاقی که به بالکن متصل بود. از سر و صدای این دعواها بیدار شده بودن ولی خب از ترسشون بیرون نیومده بودن. اون موقع کیم وقتی میبینه که همسرش داره باهاش قاطعانه مخالفت میکنه و از اون طرف هم دختر خوندش به کمک مادرش دارن اون رو به بیرون از خونه هل میدن، یه لحظه احساس میکنه که همه چیزش رو از دست داده، زندگیش رو از دست داده و اونا دارن به معنای واقعی کلمه اون رو از خونه بدون هیچی، حتی تاکسیش رو هم ازش گرفته بودن، دارن بیرون میکنن و بره بی خانمان میشه. یه لحظه عصبانی شده بود و از دست اونا فرار کرده بود و رفته بود به سمت اتاق خواب. چرا؟ چون اونجا یه جعبه ابزاری زیر تخت پنهان کرده بود که خودش خیلی خوب جاش رو میدونست و توی اون جعبه ابزار چیزهایی رو داشت که حالا تصمیم داشت برای کشتن خانواده‌اش از اونها استفاده کنه. کیم از توی اون جعبه ابزار یه چکش برداشت و به سمت همسرش هجوم برد و با یه ضربه اون رو نقش بر زمین کرد. اون حتی بعد از اینکه زنش روی زمین افتاد 10 ضربه محکم دیگه با همون چکش توی سر اون زن زد و بعد هم به سراغ دختر خوندش رفت. دختری که حالا با دیدن اون صحنه اونقدر ترسیده بود که داشت بیهوش میشد و با همون چکش اون دختر بیچاره رو هم کش و اونقدر سر اون رو ضربه زده بود که پلیس ها گفتن توی گزارش قتل اومده. سر اون دختر به کل متلاشی شده بود. بعد از تمام این اتفاق ها کیم به سراغ دختر و پسر بیولوژیکی خودش که توی اتاق بودن میره و با چکشی که توی دستش بود 1 ضربه محکم اول توی سر دختر 11 سالش میزنه و اون ضربه اونقدر قوی بود که دسته چکش شکسته بود و بعد از اون
رفته بود به سراغ جعبه ابزار و چند تا وسیله دیگه مثل همون ابزار برش و قیچی و چاقو آورده بود و دختر و پسرش رو هم به قتل رسونده بود. شاید اگر همون اول که کیم داشت با همسر و دختر خوندش جر رو بس میکرد، دعوا میکرد، صدای جیغ و داد را افتاده بود، یکی از همسایه ها با پلیس تماس میگرفت، هیچ وقت اون دو بچه توی اتاق به اون طرز وحشتناک کشته نمیشدن. فکر میکنید بعد از تمام حالا این اتفاقاتی که افتاده بود توی اون خونه چه احساسی به خود این روانی به کیم دست داده بود؟ اون خودش میگه وقتی یه مقدار هوشیار شدم، مستی از سرم پرید و فهمیدم چه جنایتی مرتکب شدم، تصمیم خودم رو گرفتم. تصمیم گرفتم که خودکشی کنم چون دیگه بودنم فایده نداشت. اون از آپارتمان اومده بود بیرون، تقریبا دمدمای صبح بودش که ماشینش رو برداشت و به حومه شهر سئول رفت و شروع کرد یه مقدار پرس زنی توی حومه شهر. و وقتی که دیگه مطمئن شده بود میتونه کار رو تموم کنه، یه جا ماشین رو پاک کرده بود و توی یه پیاده رو نشسته بود و شروع کرده بود به خودش چاقو زدن. و زمانی که داشت همینطوری ازش خون میرفت، چند نفری اون رو دیده بودن و با اورژانس تماس گرفته بودن که اورژانس هم اون رو به بیمارستان منتقل کرد. خود پلیس جنایی کره اصلا نمیتونست حقیقت ماجرا رو باور کنه. کیم بعد از اینکه از لحاظ جسمی یه مقدار بهبود پیدا کرد، بلا فاصله راهی دادگاه شد. کشور کره کشوری هستش که خیلی سخت برای یک قاتل حکم اعدام صادر میکنه، مگر اینکه اون قاتل حالا قتل‌ها رو طوری انجام داده باشه که واقعا جامعه رو از خودش آزرده باشه و همه ازش نفرت داشته باشن. و توی این کیس هم افکار عمومی توی کره جنوبی اونقدر به دستگاه قضایی این کشور فشار آوردن که دادگاه قاضی حالا در عوض اون حکم سبکی که اون دو ماه زندانی که به اون داده بودن، این بار برای اون حکم اعدام رو صادر کردن. هرچند که هنوز بعد از گذشت 20 سال هنوز حکم اعدام اون اجرا نشده، ولی خب اون مرد داره توی زندان توی سلولش روزهای خیلی سختی رو در فکر و عذاب این که بالاخره کی حکم اعدامش اجرا میشه رو میگذرونه. دوستان در انتهای حالا این پرونده و این ویدیو بیاییم بریم به سراغ چند تا نکته که فکر میکنم در رابطهشون صحبت کردن بد نباشه. معمولا وقتی متهم ادعا میکنه که تحت تاثیر دارو قرار گرفته بوده، مست بوده، مشروب خورده بوده و اینا، قاضی ها قضات با کیس یک مقدار ملایمتر برخورد میکنن و توی مجازات تخفیف میدن. ولی خب چطور شد که در رابطه با کیم اینطور نبود و براش حکم اعدام رو صادر کردن؟ خب اگر با دقت گوش کرده باشید شنیدید که اون مرد یک جعبه ابزاری رو توی اتاق خوابش زیر تخت پنهان کرده بود که توش وسایلی رو داشت که از همش به عنوان آلت قتال استفاده کرد و همین پنهان کردن اون جعبه زیر تخت خواب خودش نشون از این داشتش که اون از پیش برای یه همچین اتفاقی برنامه ریزی کرده بود. خونه‌ای که بالکن داشت، خونه‌ای که انباری داشت، چه احتیاجی بر این بودش که جعبه ابزار زیر تخت خواب اتاق خواب باشه؟ و این خیلی عجیب بود. و از اون طرف هم گفته بود چون به خاطر مشروبی که خورده بود درک مناسبی به اون شرایط نداشت، نمیدونست که چی کارها میکرده. ولی خب همین حرفش هم تناقض داشت، چون سر دختر خوندش رو گفتم طوری متلاشی کرده بود که اصلا سری اون دختر نداشت و این همش از نفرتی که از اون دختر داشت می اومد. ما بقیه افراد خانوادش رو با چاقو سرشون رو زده بود، پاره پاره کرده بود، ولی خب رفتارش نسبت به دختر خوندش کاملا فرق می کرد. از اون طرفم وقتی ازش پرسیدن که حالا چرا دختر و پسر بیولوژیکی خودت رو کشتی، می گفت من احساس کردم حالا وقتی که مادرشون کشته شده و خودم هم تصمیم خودکشی گرفتم، اونا اگر زنده بمونن باید به یتیم خونه برن و این درست نیست. و همین حرفش هم تناقض داشت. اون میگفت تصمیم خودکشی رو زمانی گرفته بود که دوتا بچهش رو کشته بود، یعنی تمام خانوادش رو کشته بود و تناقض بود که توی حرفای این مرد دیده میشد. و در انتها گفته بودش که مقصر اصلی رو دختر خوندش میدونه، چون اون دختر اگر به دروغ به مادرش که حالا همسر کیم میشد
نمیگفت که من بهش تجاوز کردم، هیچ وقت همچین اتفاقاتی رخ نمیداد. و حالا قضاوت با شما. فکر میکنید حرف کی درسته؟ حرفای کیم درسته؟ و یا اینکه همسرش، همسری که میگفت نیاز به تو مرد شکاک، به تو مرد خشم، به تو مرد متجاوز ندارم و تصمیم گرفتم بدون تو خودم تنها بچه‌ام رو بزرگ کنم. حتما در این رابطه عزیزان برام در قسمت کامنت ها بنویسید. اگر دوست دارید پرونده های جنایی شرق آسیا رو براتون بیشتر کاور کنم، در این مورد هم توی کامنت ها بهم اطلاع بدید. مراقب خودتون باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.